نشانه یک پایان مصیبت بار بر خانواده پناهجوی ایرانی در لحظات آخر زندگی چه گذشت؟ اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، روایت عفو بین الملل از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 و مستندات آنچه که در ایران گذشت. و روز جهانی دیابت، قاتلی که سالانه در سکوت بیش از 4 میلیون نفر را می‌کشد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. چند هفته پیش سرنوشت غم‌انگیز یک خانواده ایرانی در سرخط خبرهای بریتانیا، فرانسه و ایران قرار گرفت. کانال مانش یک بار دیگر قربانیانی را بلعید که برای رسیدن به ساحل آرامش در قایق‌های پرخطر نشستند. واژگون شدن قایق حامل پناهجویان پایان تلخ زندگی یک زوج ایرانی با 3 فرزند خردسالشان بود. بی بی سی فارسی به جزئیاتی از زندگی این خانواده دست یافته که نشان می‌دهد چطور به امید زندگی بهتر شهر و دیار خود را ترک کردند. آب‌های بین فرانسه و بریتانیا خصوصاً کانال مانش را یکی از گورستان‌های پناهجویان می‌دانند. گورستان مردمی مستأصل از ناگزیری‌های یک زندگی پررنج که به امید آینده‌ای بهتر قمار می‌کنند و به کام موج‌های سهمگین می‌زنند. جزئیات بیشتر از جیار گل. آنیتا 9 ساله. اینجا برای بازی در فیلمی به نام درخت گردو آزمایش می‌شود. می‌تواند همزمان بخندد و گریه کند. پدرش پشت صحنه او را تشویق می‌کند. این ویدیو عزم پدری را نشان می‌دهد که می‌خواهد دخترش به دنبال آرزوهایش برود. اما 1 سال پس از ضبط این ویدیو، آرزوهای آنان در آب‌های بین فرانسه و بریتانیا ناکام می‌ماند. خانواده آنیتا غرق می‌شوند. آرتین و برادر 15 ماهه او در دریا ناپدید می‌شود. نمی‌تونم می‌شینم حال پسرم. ابراهیم محمدپور بازیگر و مستندساز مسافر آن قایق غرق شده بود. منم خودمو نمی‌تونستم که من جلیقه‌ام نداشتم، منم نمی‌تونستم. باید دست خودمو نگه داشته بودم. باید دستم بچه رو گرفتم، بچه رو تکون دادم که ببینم زنده نیست. ولی خب شل بود، من این دیگه داد زدم. از اون موقع دیگه من فقط تونستم گریه کنم، وگرنه. خانواده آنیتا اهل سردشت هستند، شهری کردنشین در نوار مرزی ایران که با فقر اقتصادی و فشارهای سیاسی روبروست. مرداد ماه امسال پدر و مادر آنیتا، رسول ایرانژاد و شیوا رسول پناهی، هر دو 35 ساله، تصمیم میگیرند به همراه فرزندانشان خود را به بریتانیا برسانند. همه اموالشان را میفروشند و از دوستان و خانواده قرض میکنند تا هزینه سفر را تهیه کنند. ابتدا به ترکیه میروند. در این ویدیو که در ترکیه ضبط شده است، رسول پدر آنیتا از ترک وطن شکایت میکند. قاچاقچیان انسان با دریافت 24 هزار یورو خانواده آنیتا را از ترکیه با کشتی به ایتالیا میبرند. سپس با کامیون به اردوگاه پناهجویان دانکرک در سواحل شمال فرانسه. این خانواده کرد تقریبا حدود 2 هفته پیش اومدن در مرکز ما و تقریبا حدود 1 هفته با ما بودن. بعد از اون رفتن، گفتن که ما میخواییم بریم قاچاقچی پیدا کنیم، به سمت انگلستان بریم. پیامک های شیوا مادر آنیتا که به دست بی بی سی رسیده نشان می دهد پولشان رو به اتمام بوده. یک صبح بارانی و بادی در 27 اکتبر قاچاقچیان خانواده آنیتا و 18 نفر دیگر را سوار قایق کوچک 8 نفره می کنند. همه سرنشینان قایق ایرانی بودند و به جز 1 نفر همگی اهل سردشت. ابراهیم پسر 17 سالش و برادرش هم بر این قایق سوار می شوند. آن روز وضعیت هوا بد بوده و امواجی با ارتفاع 1.5 متر. آقا ما جلیقه نداریم، سوار شدیم، اینقدر آدم کور میشه. اینقدر زجر کشیدیم تو راه که آدم کور میشه موقع بخواد سوار نشه. میگه من سوار شدم فقط از این بدبختی رهایی بشیم. پس از حدود 30 ساعت حرکت به سوی سواحل بریتانیا، آب داخل قایق می رود. تنها 3 نفر جلیقه نجات داشتند. خانواده آنیتا
جز آنها نبودند. شیوا و بچه ها در کابین قایق که به نظر گرمتر و امن‌تر بوده رفته بودند. اما وقتی قایق واژگون می شود، آنون در کابین گیر می کنند. کاگرس اومد بالا، رو به من کرد، گفت پیش رو بچه هام. حتی من خودم بچه ها سعی کردیم با ماشون شیشه رو بشکنیم، محفظه شیشه ای، ولی نمی شد، شیشه خیلی محکم بود. پس از حدود 40 دقیقه گارد ساحلی فرانسه به کمک پناهجویان ایرانی می روند. 15 نفر را نجات می دهند و 4 جنازه را از آب بیرون می کشند. آنها آنیتا، آرمین 6 ساله و رسول و شیوا بودند. اما هنوز از آرتین 15 ماهه خبری نیست. یوسین ابراهیمی هم یکی از مسافران قایق غرق شده بود. او آن لحظات وحشتناک را بیاد دارد. همه احساس ناخوشایندی داشتم. خودم هم اینقدر میترسیدم. من فقط میخوام بیام انگلیس، اونجا زندگی آروم داشته باشم و اگه مجبور باشم دوباره میام و از این دریا عبور میکنم. فساد مالی، گرانی و تورم در ایران بر زندگی بسیاری از مردم این کشور تأثیر گذاشته. در چند سال گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند. هرچه بر فشار اقتصادی و سیاسی در ایران افزوده میشه، بر تعداد ایرانیانی که وطنشون رو ترک میکنن و در کشورهای غربی تقاضای پناهندگی میکنن افزوده میشه. در بریتانیا تنها در سال 2019 5500 ایرانی تقاضای پناهندگی کردند. صدها پناهجوی ایرانی که در کمپ‌های کاله و دانکرک فرانسه به سر میبرند، منتظر فرصتی هستند تا خود را به بریتانیا برسانند. خواهشم از اونایی که میخوان این مسیر رو برن، علل خصوص خانواده ها با فرزندان کوچک، خواهش میکنم این مسیر رو نرید. این مسیر پر از خطره. جنازه های خانواده آنیتا به ایران بازگردانده شدند. آنها دیروز در کنار هم در زادگاهشان سردشت دفن شدند. داستان خانواده آنیتا داستان هزاران ایرانی است که برای آینده‌ای بهتر و امن‌تر برای فرزندانشان وطنشان را ترک می‌کنند و از راه قاچاق راهی اروپا می‌شوند. ژیورگول، بی بی سی. یافته‌های یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد که سال گذشته قطع اینترنت در ایران مسیر ماشین سرکوب حکومت را هموار کرد، به گونه‌ای که اوج کشتار معترضان همزمان شد با حداقل دسترسی به اینترنت. عفو بین‌الملل در گزارشی مشترک با 2 نهاد پژوهشی نوشته بیشتر از 220 نفر طی 2 روز اول قطع اینترنت کشته شدند. تا حالا عفو بین‌الملل هویت 304 کشته را شناسایی کرده که در اعتراض های آبان شرکت داشتند. اگرچه مقام‌های رسمی عدد قربانیان را حدود 230 نفر اعلام کردند. رسانه‌های بین‌المللی هم شماره کشته شدگان را بسیار بیشتر تخمین زدند. آبان ماه پارسال اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین جرقه اعتراض‌هایی را زد که به سرعت به خشونت کشید و به سراسر ایران گسترش یافت. آیا حکومت سعی کرده کشتاری کم سابقه در تاریخ معاصر ایران را با مسدود کردن اینترنت از چشم جهانیان دور نگه دارد؟ چقدر موفق بوده؟ جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. اینترنت خاموش، کشتار بی صدا، عنوان وبسایت جدید سازمان عفو بین‌الملل است در سالگرد اعتراضات آبان ماه. عفو بین‌الملل میگوید مقام‌های حکومت ایران با قطع کردن اینترنت در اعتراضات سراسری آبان 98 ابعاد واقعی کشتار به دست نیروهای امنیتی را مخفی کردند. اینم اتوبان حکیم. ما همچنان همونجایی که اول بودیم هستیم. در روز 24 آبان و با اعلام گران شدن بنزین اعتراضات شروع شد. معترضان ابتدا ماشین‌های خود را در خیابان‌ها و اتوبان‌ها خاموش کردند. در روز 25 آبان حکومت اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل این روز خونین ترین روز اعتراضات بود و دست کم 100 نفر از رهگذران عادی و معترضان غیر مسلح از جمله عده کودک کشته شدند. همان روز وزیر کشور ایران اعلام کرد که مقامات هیچ مدارا و خیشتنداری نسبت به معترضان نشان نخواهند داد. در خیابان‌ها هم هیچ نشانه‌ای از مدارا نبود و فیلم‌های منتشر شده حکایت از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان داشت.
عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی طی 5 روز حداقل 304 نفر از جمله 23 کودک زیر 18 سال را کشتند. به مناسبت سالگرد قطع اینترنت و خشونت‌های آبان، سازمان عفو بین الملل اسامی این 304 نفر را به همراه روزی که کشته شدند در این وبسایت منتشر کرده. بر اساس تحقیقات این سازمان، اکثر کشته شدگان با سلاح‌های مرگبار و عمدتاً از ناحیه سر و قلب هدف قرار گرفتند و این نشان دهنده شلیک به قصد کشتن است. عفو بین الملل با انتشار این نقشه و انتشار بیش از 100 ویدیوی تایید شده از 31 شهر ایران تاکید دارد که نیروهای امنیتی در اعتراضات آبان با استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشکاور و ماشین آپاش معترضان غیر مسلح و عابران را هدف قرار دادند. عفو بین الملل می گوید که هدفش از ایجاد این وبسایت این است که توضیح دهد قطع کردن اینترنت چیست و چرا نقض جدی حقوق بشر محسوب می شود و همینطور هدفش بزرگداشت کسانی است که در جریان اعتراضات آبان جان خود را از دست دادند. با کلیک بر روی هر کدام از این عکس ها مشخصات عددی تبدیل به نام و چهره می شود. مریم افشنگ، بی بی سی. با اینکه یک سال از اعتراض‌های آبان می‌گذرد، اما کمتر درباره کسانی که در این اعتراض‌ها دستگیر شدند صحبت شده. حکومت ایران هیچگاه تعداد دقیق کسانی که در این اعتراض‌ها بازداشت شدند را اعلام نکرد و فقط یک نماینده سابق مجلس گفت 7000 نفر در این اعتراض‌ها دستگیر شدند. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. یک سال پیش حدوداً همین روزها بود که هزاران نفر از معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. معترضانی که ابتدا به افزایش قیمت بنزین اعتراض داشتند و بعد این اعتراض‌ها با ابراز نارضایتی از حکومت و به امید تغییرات سیاسی به سرعت به بیش از 100 شهر سرایت کرد. هزاران نفر بازداشت شدند. بسیاری از خانواده ها ابتدا نمی دانستند آنها در جریان اعتراض ها کشته شدند یا دستگیر. دستگیری ها تا روزها بعد از آغاز اعتراض ها ادامه داشت. حکومت ایران هیچ وقت آماری رسمی درباره تعداد دقیق دستگیر شدگان ارائه نکرد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، در همان زمان تعداد بازداشتی ها را حدود 7000 نفر اعلام کرده بود. بیشتر آنها به این زندان منتقل شدند، زندان فشافویه یا ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ. این تصویر مهدی باقری است، 28 ساله، ساکن تهران. او یکی از معترضان است که 7 آذر 98 دستگیر و به 5 سال حبس محکوم شده. یک ماه ازش خبر نداشتیم، اصلا مشخص نبود مهدی زنده است یا مرده. بعد از یک ماه مهدی تماس گرفت از اوین، بعد از یک هفته هم که فرستادنش فشافویه. توی دادگاه اولی هم که اصلا قاضی باش صحبت نکرد، در عرض 2 دقیقه گفت حکمش مثل بقیه است، اصلا نذاش از خودش دفاع کنه، نذاشتم مهدی وکیل بگیره، گفتن اگه وکیل بگیره براش بد میشه، قاضی لج میکنه. منشی قاضی بهش گفته بود و توی زندان بهش گفته بودن که اصلا اینجوری نبود، اینا همه حرف بود. تجدید نظرم که حکم مهدی رو تایید کرد، حکم اولیش، یعنی 5 سال رو بهش دادن، هیچ تخفیفی بهش ندادن. مهدی اومد مرخصی، حکم تجدید نظرش دیر رسید و مهدی یک ماه بعد از همه اومد مرخصی. فکرم حدودن یک ماه مرخصی بود و بعد باید تمدید میشد و توی زندان به خاطر کثیفی و آلودگی خیلی ها کرونا گرفته بودن. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، 2 آذر پارسال از این زندان دیدار کرد. او گفت همه دستگیر شده ها از وضعیت خود راضی هستند. تماس داشتی با خانوادتون؟ همه تون تماس داشتی؟ حالا انشالله مشکل حل میشه. اما شرایط با وجود شیوع کرونا در زندان فشافویه چطور است؟ مهدی نزدیک 2 هفته تو قرنطینه بود با شرایط خیلی سخت. قرنطینه خیلی کثیف بود، یه اتاق کوچیک بود که تعداد زیادی توش بودن. خود زندان هم که خیلی محیط آلوده‌ای داره و تمیز نیست اصلا، آب شور داره، لحاظ غذایی غذاش فوق‌العاده بده و چندین بار بچه‌ها مسموم شدن اونجا. زمانی که شکنجهش کردن مهره کمرش جابجا میشه. مهدی رو زده بودن، به من نمیگفت، حالا هرچی من ازش میپرسیدم به تو رو زدن اذیتت کردم، گفت نه بخاطر که من ناراحت
بشم، ولی زمانی که من مرخصی من پشت مهدی رو دیدم متوجه شدم مهدی رو زده بودن، پشتش آثاره، رو کمرش آثاره زدم بود. خیلی از معترضانی که بازداشت شدند به اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. یکی از آنها مهدی باقری. اما معترضان به دنبال چه بودند؟ مهدی یک کارگر ساده است، کسی که کار میکنه با ماشین و وقتی بنزین گرون شد فقط معترض بود به بنزینه که گرون شده، به چیزی که داره کار میکنه، توی این جامعه داره زندگی میکنه، به گرونی اعتراض کرد. مهدی اهل تخریب و خرابکاری نبود که بخواد تخریب کنه جا یا صدمه بزنه به آدمی. دوست داشتن زندگی عادی داشته باشن مثل خیلی از آدم های دیگه، ولی با شرایط سخت مالی واقعا نمیتونستن اون شرایط رو داشته باشن، اون زندگی رو بکنن. از لحاظ خانوادگی هم خانواده مرفعی نداره. مهدی تحت بازجویی و حالا شکنجه هایی که شده اعترافاتی کرده که اصلا همچین چیزایی وجود نداشته، بل اجبار اینا رو قبول کرده. صدای تیراندازی میاد برای متفرق کردن مردم. شهر بهبهان یکی از کانونهای درگیری خشونتبار ماموران امنیتی با معترضان بود. ده ها معترض در این شهر با شلیک مستقیم ماموران کشته شدند. در سالگرد اعتراضهای آبان تنها در بهبهان 36 نفر از افراد بازداشت شده در این شهر به احکام 2 تا 10 سال زندان و تحمل ضربات شلاق و پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شدند. آنها به مشارکت در اخلال در نظم عمومی، درگیری، تجمع غیرقانونی، تمرد نسبت به ماموران، مشارکت در آتش زدن اموال عمومی، تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهر و مشارکت در تخریب اموال عمومی متهم شدند. اتهامی که بیشتر معترضان آن را رد کردند. اما شاید معروفترین معترضان بازداشت شده در آبان 98 این 3 نفر باشند: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی. این 3 نفر اسفند پارسال به اعدام محکوم شدند، اما حکم آنها فعلا متوقف شده. حکومت ایران برای حکم اعدام این 3 نفر با فشار شدیدی از سوی افکار عمومی و فعالان حقوق بشر روبرو بود. فعالانی که میگویند این 3 معترض آبان ماه تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند. اعتراض‌های آبان گرچه بسیار گسترده بود، اما با سرکوب شدید حکومت ایران به سرعت و در همان روزهای اول متوقف شد. حکایت بازداشت شده ها اما همچنان ادامه دارد. فرین آسمی، BBC. 14 نوامبر روز جهانی دیابت است، بیماری که به آن قاتل خاموش هم میگویند. در حال حاضر 463 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند و سیر صعودی ابتلا به این بیماری همچنان ادامه دارد. با مرگ سالانه بیش از 4 میلیون نفر در جهان به دنبال عوارض جانبی دیابت، این بیماری به یکی از مهمترین معضلات سلامتی قرن 21 تبدیل شده. جزئیات بیشتر از شایا سلجو با این هشدار که گزارش حاوی صحنه‌هایی که شاید برای برخی ناراحت کننده باشد. اینجا بخش بیماران دیابتی بیمارستانی در انگلستان است. پزشک معالج خبر خوبی برای این بیمار ندارد. تنها راهی که برایش باقی مانده قطع پاست. هرچند این یک علاج نیست. دیابت نه فقط از پا در می آورد، بلکه هر سال به قطع عضو صدها هزار نفر می انجامد. سر فردریک بنتینگ یکی از کاشفان انسولین. سازمان ملل روز تولد او را روز جهانی دیابت نام گذاشته. او به همراه چارلز بست در سال 1923 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. به رغم این نامگذاری تعداد مبتلاها هر سال بیشتر می شود. از 20 سال پیش 3 برابر شده. امروز 463 میلیون نفر در دنیا دیابت دارند. سیر سعودی آمار همچنان ادامه دارد. در حال حاضر چین با 116 میلیون دیابتی در صدر است. پس از آن هند در رتبه 2 و آمریکا در رتبه 3 قرار دارند. در ایران 5.5 میلیون نفر، افغانستان 1 میلیون نفر و تاجیکستان حدود 240 هزار نفر دیابت دارند. زندگی دیابتی های مثل من به این انسولین وابسته است. سازمان بهداشت جهانی میگه دسترسی به انسولین میتونه جلوی مرگ زودرس مبتلایان و بروز عوارض ناشی از دیابت رو بگیره. ولی در هفته های اخیر کمیاب یا نایاب شدن انسولین در ایران باعث نگرانی دیابتی ها و خانواده هاشون شده.
25 ساله که دیابتی هستم و از روزهای اول انسولینای ویالی رو استفاده می کردم. حدوداً 10 سال پیش شروع کردم به استفاده از انسولینای قلمی. اما متاسفانه توی ماهای گذشته و این اواخر با کمبود انسولینای قلمی مواجه شدم. مخصوصا تو این دوره کرونا که خب بهتر آدمایی مثل من که سیستم ایمنی قوی ندارن تو خونه بمونن، ولی کسایی مثل من مجبور شدیم روزانه چند تا داروخانه رو بگردیم که بتونیم انسولینامون رو پیدا بکنیم و خب این خیلی اذیت کننده است برامون. دیابت به طور کلی به دو نوع تقسیم میشه. دیابت نوع یک به علت کمبود تولید انسولین از غده پانکراس هست و دیابت نوع دو، پانکراس هنوز انسولین تولید میکنه اما سلولهای بدن نسبت به اثر انسولین مقاوم هستند. به همین علت در دیابت نوع یک یکی از ارکان اصلی در درمان بیماری دیابت نوع یک حتما استفاده از انسولین هست. پس اول از همه باید بدونیم قندمون چقدره. اولین مدل این دستگاه تست قند خون دقت خیلی پایینی داشتن، ولی به مرور زمان هم دقیق تر شدن، هم کوچیکتر و هم قابل همتر. اما سالهاست که دستگاه های پیشرفته تری هم به بازار اومده، مثل این سنسوری که من روی بازوم دارم. این دستگاه ها در مدت 24 ساعت روز قند شما رو اندازه گیری میکنه و حتی این قابلیت رو داره که قبل از افت قند خون به فرد دیابتی هشدار بده. طی هفته های اخیر در ایران هم انسولین نایاب شد، هم نوارهای تست قند خون، و این خودش به نگرانی بیماران دیابتی اضافه کرد. برای ما دیابتی ها خیلی مشکل شده که بتونیم نوار تست پیدا کنیم و قندامون رو کنترل کنیم. برای فرد دیابتی مثل من حداقل روزی 3 الی 4 بار کنترل قند خون لازمه، ولی ما با این شرایطی که داریم همینقدر هم نمیتونیم قندمون رو اندازه بگیریم. الان مجبور شدیم به خاطر نبودن نوار تست قند خون واسه دستگاهمون بریم یه دستگاه جدید تهیه کنیم و یک سری نوار تست محدود بهمون دادن تا یکی دو ماه آینده، ولی همچنان هم از نظر قیمتی هم از نظر پیدا کردن خیلی کارش سختی شده. دلیل این نگرانی ها واضحه. از دست دادن بینایی، از کار افتادن کلیه، سکته قلبی و مغزی، قطع عضو، به کما رفتن و حتی مرگ. عواقبی که فقط محدود به قطع عضو نیست، ولی زندگی را برای میلیون ها نفر برخلاف قند بالای خونشان تلخ کرده. شایا سلچو، بی بی سی. برای اولین بار در ولایت فاریاب افغانستان 30 زن گواهینامه رانندگی گرفتند. ریاست امور زنان فاریاب با همکاری ریاست ترافیک این ولایت زمینه آموزش را برای زنان در شهر میمنه فراهم کرده. رانندگی زنان در برخی نقاط افغانستان هنوز از سوی جامعه پذیرفته نشده و در ولایتی مثل فاریاب که گروه های بنیادگرا در آن حضور دارند، زنان کمتر پشت فرمان دیده می شوند. جزئیات بیشتر از نسرین نوا. شروع یک حرکت تازه. زنان دست به فرمان در خیابان‌های میمنه مرکز فاریاب، شهری که به دلیل سنت‌های دست و پاگیر هنوز برای رانندگی زنان آماده نیست. اما حالا شماری با قبول خطر و محدودیت‌های اجتماعی پا به این راه گذاشتند. این خود به نحوه یک دستاورد است و میمانم مسئله پذیرش رانندگی خانما در سطح شهر این طبیعتاً زمان کار داره. یک دفعگی به یک روز نمیشه که کل ذهنیت ها را برشان بقبولانیم که ما حتما درایف میکنیم و شما ای را بپذیریم. معلومدار است که اونا عادت میکنن با این مسئله. در جامعه سنتی که کار و رانندگی زنان خیلی پسندیده نیست، حضور راننده های زن به نوعی اما کمک کننده است. اگر یک درایور در ملی بس ما داشته باشیم مثلا در انتقال محصلان یا کسایی که مثلا خانم ها در دفاتر میره یا مثلا یک تاکسی که از خانم باشه، بسیار زیاد خانواده اعتماد میکنه بر امو خانم تاکسیران یا کسی که درایو میکنه انتقال میده، سهولت ایجاد میکنه. ریاست امور زنان میگوید این دروازه همیشه به روی علاقمندان باز است.
اصلا قید شرط وجود ندارد که این 60 نفر تکمیل شد دیگه ما پذیرش نداشته باشیم. تا آخرین نفر که خواهر ما بیاید در ریاست امور زنان ثبت نام بکنن. آمریت محترم ترافیک در خدمت هستند. تا کنون 30 زن در این شهر پس از آموزش سند رانندگی دریافت کردند، در حالی که تا همین یک ماه قبل تنها یک زن در تمام شهر پشت فرمان می نشست. به باور بسیاری در شهری که چند روز قبل زنی باردار در یک جاده در مقابل چشمان کودکش از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شد، چنین تصویری امید بخش است. زنان در 19 سال گذشته آزادی‌های بیشتری را برای خود رقم زدند، اما حالا بسیاری از این دستاوردها دستخوش تغییرات در نتیجه مذاکرات است. مذاکرات با گروهی که در زمان حاکمیتش فقط یک جا برای زن قائل بود، چهاردیواری خانه، و حالا در زمان مذاکره برای شراکت در قدرت هم قاطعانه از باورهایش دفاع می‌کند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.